میکنه که الان توی رابطه عاطفی هستی یا اینکه نه دنبال جذب دختر یا خانومی هستی که بهش علاقه داری. در هر صورت یه سری ویژگی ها رفتارهای اشتباه و سمی وجود داره که باید حواست باشه اینا رو انجام ندی یا حذفشون کنی و اگر تو رابطه‌ای بتونی رابطه‌ای پایدارتر رو داشته باشی و یا اگر در حال جذب طرف مقابلت که دوستش داری هستی بتونی بهتر و درستتر و سریعتر این کار رو انجام بدی. سلام، من جعفری هستم، مریم جعفری، روانشناس بالینی، کوچ روابط عاطفی و رشته توسعه فردی. در قصد دارم توی این ویدیو بهتون راجع به یه سری نبایدهای رفتاری بگم که خانوما اصلا دوستش ندارن و اگر انجامش بدید کلی کار شما و رابطتون اوضاعش خراب میشه و سریعا میخوام بریم سر اصل مطلب که موارد رو دونه دونه بهتون بگم و حواستون باشه و انجام. مورد اول قربانی بودن و ناامیدی و بی‌هدفیه. ببینید، من بهتون حق میدم که گاهن به خاطر مسائل و مشکلاتی که دارید یه سری ناراحتی ها داشته باشید، یه سری خشم ها داشته باشید و اصلا از زندگی خسته شده باشید یا هر چیز دیگه. من اینا رو به شما حق میدم، اما مشکل از جایی شروع میشه که شما نمیتونید این موضوع رو مدیریتش بکنید و میایید با استفاده از یه چیزی به اصطلاح علمی بهش میگیم خوبه یاد بگیرید این اصطلاح هم مکانیسم دفاعی. مکانیسم دفاعی مخصوصا جابجایی، یعنی اون عصبانیت و خشمی که توی کارت داری توی رابطت هم میبری و اونجا تخلیهش میکنی. اون زورگویی که توی کارت برات اتفاق افتاده و نگرانی و ناراحتی که برات به وجود اومده همونو میری رفتارش رو با پارتنرت یا خانوم انجام میدی یا با دوستات انجام میدی و اون کسی که مورد علاقت توی اون جمع هست و این رفتار تو رو کاملا داره میبینه. پس یکی از اشتباهات دقیقاً اینه که این احساسات تو خودت تو خودت حل نمی‌کنی، نمیای یاد بگیری مدیریتش کنی، رو خودت کار نمی‌کنی و جابجا می‌کنی و میبریش به اون سمت. یا در کل توی نقش قربانی فرو میری و باقی میمونی، تبدیل میشی به آدمی که همش داره به شرایط، به بیپولی، به جامعه، به اتفاقا قر میزنه، ابراز ناراحتی میکنه، من نمیتونم کارامو درست کنم، من بدبخت شدم، من بیچاره شدمو داره. و این باعث چه اتفاقی میفته، چه اشکالی داره؟ باعث این میشه که دقیقاً این خانومی که برای اینکه بتونه جذب شما بشه نیاز داره که بتونه بهتون اعتماد کنه، شما رو قدرتمند ببینه و کنارتون احساس امنیت کنه، تنها چیزی که از این قربانی بودن شما دریافت میکنه اینه که یک مردیه که قدرت نداره بتونه مسائلش رو حل کنه، از پس چالش هاش بر بیاد، پس نمیتونه توانایی داشته باشه برای اینکه از من هم به من همراهی بده و از من حمایت کنه، در نهایت آدمی نیست که پیشش بتونه احساس امنیت کنه، پس دیگه اینجا جذابیتی برای شما برای یک خانوم باقی نمیمونه و اینجاست که کار رو دقیقاً خراب میکنید. پس مورد اولی که احساساتتون مدیریت نمیکنید، جا به جاش میکنید. مورد دومی که توی این نقش فرو میری و تبدیل به یادم بدقلق بدبین قربانی میشی که این خانم کنار احساس امنیت نمیکنه، چه الان در حال حاضر پارتنرت تو رابطه ای، چه کسی که داره دورادور تو سبک زندگیت و مدلت رو بالاخره میبینه. و این خیلی اهمیت داره و باید حواستون باشه که نقش قربانی رو تبدیل کنید به نقش خلیه. مورد مهم دوم آقایون بی توجه هست. اصلا یکی از چیزهایی که باعث میشه یه خانم جذب شما بشه و رابطه پایدار داشته باشید اینه که شما بتونید به سر جزئیات اتفاقا توجه بکنید، جزئیاتی که توی ظاهرش داره ایجاد میکنه، توی رفتارش هست، و آدم تیزبینی باشید. این نشون میده که شما یه آدم باهوشی هستید که توجهتون زیاده و خانوما خیلی چون خودشون به جزئیات دقت میکنن وقتی میبینن یه آقا این کار انجام میده نشونه قدرت و هوش یک مرد میدونن اونا. حالا اگر شما آدمی باشید که مدام یه سرداری دو هزار صدا پر از مشغله هستید، حتی نمیتونید وقت بذارید یا نمیخواید بهتره بگیم وقت بذارید، تبدیل میشید به یه آدمی که خیلی براش جذابیتی نداره، چون از این وقت نذاشتن و توجه نکردنه خودش باعث میشه فعالیت مشترکتون کم و کم و کمتر بشه، پس صمیمیتی هم بینتون ایجاد نمیشه، جذابیتی هم بهش نشون داده نمیشه. شاید خیلیاتون بگید ما هر چقدر به خانم‌ها توجه میکنیم باز غر میزنن، میگن که توجهی ندارید به ما. اما باید بهتون بگم همونطور که خیلی ریزری، خیلی متمرکز واسه کارتون وقت و توجه میذارید، باید بتونید برای یک ارتباط و یک خانوم همین کار رو انجام بدید، چه تو رابطه عاطفی هستید چه در حال جذب بشید. که توی حالا جذبم
مثلا ویدیوی جذب دختر مغرور کاملا اینو توضیح دادم که بعد صبوری بذارید، وقت بذارید، توجه و انرژی بذارید که بتونید به یک نتیجه ای برسید. یعنی باید حواستون باشه وقت کار برای کاره، اما وقتی در ارتباط با پارتنر یا دوستات قرار میگیری کار دیگه تمومه، باید بذاری کنار. حالا اینجا دقیقا زمانیه که لازمه با کیفیت حضور داشته باشی. در طی اون زمان مشغول فکرای خود، تلویزیون، گوشی بازی کردن یا اینستا نشید. فعالیت مشترک درست حسابی ایجاد کنید، مثل بازی، گفتگو، تفریح، شوخی، لحظاتی که بتونید حس خوب و انرژی خوب رو بهش انتقال بدید و نشون بدید که انقدر آدم کاریزمایی هستید، انقدر آدم دیسیپلین داری هستید و میتونید خودتون رو مدیریت کنید که کار، وقت و جایگاه خاص خودشو داره و رابطه، چه ارتباط با دوستاتون هست، چه ارتباط با خانوادهتون هست، جایگاه خاص خودش رو داره. چون اگر در حال جذب یک خانم هستید، تمام این رفتارهاتون رو ریز بریز حواسش هست و دقت میکنه. پس دنبال این نباشید که حتما سریع ترفند و یه قلاب داشته باشید سریع به دستش بیارید. نه، اون خانومی که واقعا بخواد یه رابطه درستی با شما ایجاد بکنه، تک تک رفتارهایی که توی شخصیتتون دارید و تو ارتباطاتتون دارید رو بررسی میکنه. پس بهتره که این موارد رو دقت کنید و ایجادش بکنید. بریم نکته و مورد مهم بعدی رو بهتون بگم. این نکته فوق‌العاده مهمیه که معمولا خانم‌ها توش از آقایون شکایت دارن توی این مورد و دقیقاً موضوعیه که معمولا باعث میشه که میگن که اصلا طرف از چشمم افتاد، اصلا خوشم نیومد، اصلا دیگه بهش اجازه ندادم بخواد بیشتر وارد بشه که بهم بخواد پیشنهاد بده، گفتم اصلا فرار بی خیال. یکی از چیزایی که خانوما میگن بحث خسیس بودنه. ببینید، شما به عنوان یک آقا، من نمیگم ول خرج باشید، حواستون به دخل و خرجتون نباشه یا ندونید چی کار میکنید. قبلش بگم این نکته هیچ ربطی به اینکه شما چقدر پولدار هستید نداره. چقدر پولدارید و درآمد دارید هیچ ربطی نداره. این نکته توی آقایونی که خیلی پولدارن دیده شده، توی آقایونی هم که خیلی حالا درآمد متوسط یا اصلا پایینی دارن هم دیده شده. پس این یه ویژگیه ای که توی شخصیت هست و باید بتونید درستش کنید، تشخیصش بدید و اصلاح بشه براتون که به جذابیتتون افزوده بشه. شما باید بتونید درآمد هر چقدری که توی ماه دارید رو برای 9 بعد زندگیتون درصد بندی کنید. ابعاد زندگی شما یه قسمت شامل عشق و رابطه است، یه قسمت تفریح، یکی کار، یک قسمت رشد و توسعه فردیتونه، یک قسمت خانواده هستش، یک قسمت سلامتیتونه و یک قسمت اون بُعد معنوی که دارید. حالا میگم 9 بُعد، توی یه سری حالا تخصص ها هست که مثلا عشق و با مثلا رابطه باز جدا میکنه، تو قسمت سرگرمی و با تفریح و جدا میکنه، ارتباطی که با دوستاتون دارید و باز جدا میکنه، ولی این 6 هفتایی که گفتم جز مهمترین هاش هستش که شما باید برای هر کدوم از این ابعاد یه درصدی رو ماهانه مشخص کنید، براش خرج کنید. پول خیلی ارزشمنده. از روی اینکه ندارم نمیتونم خرج نکنید، دیدگاه فراوانیتون رو خراب نکنید. از روی اینکه پول ارزشمنده و باید درست خرج بشه، درصد بندی کنید و یک میزان مشخصی رو اتفاقا هزینه کنید. روی این درصدی که مشخص کردید، مثل یک مرد قدرتمند و مدیر بیا برنامه ریزی کن چه تفریحاتی رو با این بودجه مالی میتونی با پارتنرت داشته باشی، با دوستات داشته باشی و اینو اجرایی بکن. لازم نیست حتما تفریح خیلی گرون باشه، میتونی به نسبت بودجه خودت این برنامه ریزی رو داشته باشی. این چی توی شما نشون میده؟ قدرتمند بودن، مدیریتتون، خلاق بودنتون. و یه خانم وقتی اینا رو توی شما میبینه، دیگه حالا بحث این که چقدر پول دارید نیست، بحث این که چطور دارید مدیریتش میکنید این خانم رو جذب میکنه. چه حالا تو رابطه هستید، چه اینکه حالا دنبال جذب اون خانم هستید. پس خیلی اهمیت داره که اینو چطور انجامش بدید رو چقدر در نظر بگیرید. متاسفانه باید بگم که آقایونی که برای خودشون، ظاهر و استایلشون، مسافرت و تفریح و سلامتیشون هزینه نمی کنن، بهش اهمیت نمیدن، به شدت از جذابیت خودشون کم می کنن. چون اول از همه نشون میدن که من خودم رو لایق و ارزشمند نمی بینم، خودم رو دوست ندارم، پس قطعا تو هم نمیتونی رو من حسابی بکنی که بخوام تو رو دوست داشته باشم برای تو کاری انجام بدم، یا اینکه من اصلا اینقدر ارزشمند باشم که تو بخوای منو دوست داشته باشی. بریم مورد مهم بعدی رو بگیم.
مورد مورد بددلی و سرزنشگر بودن شماست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه در ابتدا این باید نباید و کنترل و چک کردن و بکن نکنایی که میکنید برای یه خانومی که تو نقش قربانی بی اعتماد به نفس یه ذره جذابیت داشته باشه، فکر کنه چون دوستش دارید این کار رو انجام میدید، چون آدم حمایتگری هستید دارید این کار رو انجام میدید. اما همون خانوم هم بعد از یه مدت ارتباطش با شما دچار مشکل میشه و اگر آدمی هستی که تو رابطه هستی، رابطه تبدیل به رابطه پر از قهر، جنگ، دعوا، غر زدن میشه، ناراحتی میشه. یا اگر آدمی هستی که این دختر رو جذبش میخوای بکنی، اولش جذبش میکنی اما رابطه پایدار و سالمی رو نخواهی داشت. چرا؟ چون دقیقا همین اخلاق بدبینی و بددلی به همراهش کلی غر زدن و سرزنش میاره که نه تنها باعث میشه شما جذابیتی نداشته باشی، بلکه باعث میشه کودک درون اون خانم پیش شما احساس امنیت نکنه، پس ازت فراری میشه و یا دوست نداره بیشتر باهات ارتباط بگیره. اگه تو رابطه ای، رابطه تبدیل میشه به یه رابطه سرد. اگر هم دنبال جذب دختر مورد علاقتی، این خانم سعی میکنه تا جای ممکن اجازه نده شما وارد زندگیش بشی، چون متوجه این اخلاقت میشه که گفتم اگرم که باهات وارد رابطه بشه، بعد از این مدت رابطه ناسالمی رو دارید تمام میکنید و پیش میبرید. مورد بعدی مرد مقایسه گره. مردی که مهارت ارتباطی، مهارت گفتگو نداره، میاد چیکار میکنه؟ خواسته هاش رو یا با گوشه کنایه یا با پرخاش یا با حالت مقایسه کردن میگه. خواهرام ببین چیکار میکنه، برو یاد بگی. تو اصلا بلد نیستی این رفتار رو داشته باشی، برو یاد بگی. یا این رفتار رو با پارتنری که الان باش تو ارتباط هستی داری، یا این رفتار رو با دوستات داری، با همکارات داری و اون دختری که داره تو رو میبینه متوجه این مقایسه گر بودن و سختگیری و سرزنش گر بودن تو در هر صورت میشه. پس این جذابیت تو واسه پارتنری که تو رابطه هستی میاری پایین، یا این جذابیت تو واسه دختری که میخوای جذبش کنی کاملا میاری پایین. چرا؟ چون دقیقا شما نشون میدید که آدم کاریزما و با اعتماد به نفسی نیستی که مهارت ارتباطی داشته باشید، مشکلی که داری و بتونی باهاش حرف بزنی در موردش و یا حل مسئله بلد نیستی که بتونی حلش کنی. خب تمام این موارد مواردیه که طبیعتاً هیچ جایی به همون یاد ندادن و تنها کاری که میتونی برای این موضوع بکنی که واقعاً یادش بگیری، رو خودت این موضوع رو کار بکنی و تمرینش بکنی. شما کدوم اخلاق رو بیشتر داری و کدوم یکی از این مواردی که اشتباه هست رو بیشتر فکر می‌کنی تو وجودت هست، یا اینکه داشتی سعی کردی تغییرش بدی؟ حتما تجربت رو با ما به اشتراک بذار داخل کامنت ها، یا اگر سوالی داری حتما بپرس که بتونیم جوابش رو بهت بدیم.